به یاد گذری در اوستا افتادم که از دوری از من میگوید من در گیومه، بروم بیاورمش. دو نقطه. این قانون ازلی است که فهم و ادراک آن، هرگاه میخواهی در این مدار قرار بگیری باید خودبینی و خود بودن و من را فراموش کنی تا بتوانی از جنبه فکری و دریافت عقلانی توانگر گردی. چند نقطه. صفحات 94-95 اوستا. فراموش کردن تا بفهمی چه شده است، چه به وقوع پیوسته. جمله ژیل دلوز، فیلسوف فرانسوی. من را فراموش کردن اصلی اساسی در فلسفه ژیل دلوز. به سفیر کتاب اولم گوش کنید. خداوند، خود برتر، خیشتن خدایی تو، یکی از چند واژه جبران خلیل جبران برای نامیدن خود برتر. در عبور خط تیره گذرم در اتاق برای کشیدن رو تختی که با دست دوختم با الهاما از سایت پینترست. مدخال و پرده تور سفید و ساتن نازک آبی، گلهای روز که با ساتن آبی درست کردم در روی آن قرار دارم. سری به گیاهانم زدم و با آنها حرف زدم. با 4 تکه ساقه گل روز سفید که هر یک در یک سیب زمینی فرو شدن برای نمو، از آنها خواستم سبز شود. فصل پاییز فصل این کار است. در فرهنگ فرانسه هم نامش را دارد و شرح داده شده است در گوگل برای انجام آن. از سایت پرینترز این روش را کشف کردم برای کاشت نمو روز و سپس برای مطمئن بودن از محتوای آن پست در گوگل فرانسه زبان جستجوی انجام دادم. در گذرم در اتاق به برگ‌های دانه لیموی شیرین که سبز شده‌ام دست زدم و چند لحظه سرم را به گلدان آنها تکیه دادم و جمله اوستا در مورد محو شدن دانه را در خودم مرور کردم. این مرور مرا بر آن داشت تا آن گذر را در این کتاب بیاورم و سپس متوجه شدم آن گذر بست پاسخ به سوالی که چطور از من دور شوم میتواند باشد است. دانه گندمی که زرتشت به شاه هدیه کرده بود تا شاه به پاسخهای سوالاتش رهنما شود. لیستش از این سوالهای شاه خطاب به شخص خودش در اوستا آورده شده است. آن گذر در مورد محو شدن دانه گندم، چنگر، نگاه ها چه بیان می کند این جملات را برای شاه که از هدیه زرتشت به خشم آمده است. دو نقطه. زرتشت در واقع نهایت و حد اعلای خدمت را برای تو انجام داده. آموزگار زرتشت نیز طبیعت بوده است، اما تو بدون اندیشه و تفکر و تأمل چنین مسئله ای را تلقی کرده ای. هرگاه به نظاره رشد این دانه گندم بنشینی در خواهی یافت که نیروهای پایان ناپذیر و سهرآفرینی در آن وجود دارد و سرشار از نیروی زاینده زندگی است. چون نیک بنگری میبینی که دانه خود محو و ناپدید میشود و شاخهی برمی آید از دل خاک که بر همه سختی ها و موانع پیروز است. این دانه تغییر شکل یافته و به شاخه ها بزرگ و بزرگتر میشود. میدانی برای چه؟ چون نیروی زندگی سرشار در خود دارد. چند نقطه. هنگامی که یک دانه جوانه میزند و یک دانه تبدیل به ساقه و شکوفه می شود، این آزاد شدن نیروهای زندگی در آن است. این پیروزی است، پیروزی مرگ بر سکون. ختم گذر از اوستا. اضافه کنم که گذر نیایش نور زندگی از جمله در اوستا بست شیوه محو شدن دانه است از طریق ساقه و شاخه زدن آن. نور زندگی میراث دانایی های فرهنگ های مختلف است و سعی در وسط آنها و اول از همه محترم شمردن این میراث برآمده از فرهنگ‌های مختلف مردمان مختلف دنیا. منطقه تیر عطار در 7 جزء آن شهریاری را در بر دارد. در بازسازی آفرینش که عطار بیان دارد. در سفیر آوردم مشخصات متن فارسی زبان که یک تحقیق علمی است در این مورد. در صفحه 117 اوستا صفات اهورا مزدا را زرتشت برشمرده است و می فهمم که شهریاری در رابطه است با برگزیده شدن و با نیروی خدایی. دو نقطه. خشکرو ایریه
چند نقطه یا تجسم شهریاری و نیروی خدایی و برگزیده است. ختم گذر از اوستا و نیروی خدایی مرا به یون میبرد در ماهیت روان و انرژی آن. صفحات 131 تا 140. بروم و گذری را بیاورم در اینجا از صفحات 133 تا 135. دو نقطه. دور درباره این نور طبیعی ذاتی بشری می نویسد. دو نقطه. نور آدمیان از برای حیات بر ما می تابد. این نور در درون ماست و نه از ما، بلکه به اوست که تعلق دارد. او که بر ما منت نهاده تا ما را مقام و منزل خود سازد، که نوری از آن او به ما عطا شده است. از این جهت حق را نه در درون خود که در انگاره خداوند که در درون ماست جستجو می باید کرد. بدین ترتیب آن کهن الگوی یگانه که کنراس بران تأکید می ورزد برای دور نیز به عنوان آفتاب نامرئی یا انگاره خداوند شناخته شده است. در آرسار پارسلسوس نور طبیعت در درجه اول از چند نقطه با چند نقطه، یعنی نجم یا ستاره‌ای که در آدمی ساطع می شود و بعد از نجوم دانش ملکوتی است و بعد از آن نور طبیعت است، زیرا که اختر یا نجم می خواهد آدمی را به سوی دانش اعلی رهبری کند تا در نور طبیعت شگفت زده شود و تا کار شگفت انگیز خداوند در جلال و شکوه آن بر وی آشکار گردد. حال همان گونه که کل نور طبیعی در وجود یک ستاره قرار دارد، آدمی نیز به همان سان نور را بر می گیرد که غذا را از زمینی که در آن زاده شده است. به همان نحو نیز می باید که در ستاره تولد یابد. مضافاً نور طبیعت نوری است که از روح القدس شعله برگرفته و خاموش شدنی نیست، زیرا درست افروخته شده است. این نوری است نامرئی، دو نقطه، و چنین پیداست که آدمی تنها در امر نامرئی است که دانایی می‌یابد و دانایی صنعت هنر اوست از نور طبیعت. آدمی پیامبر نور طبیعی است و از رهگذر رویاها و چیزهای دیگر است که از وجود نور طبیعی خبر می‌دهد. چون نور طبیعت نمی‌تواند سخن بگوید، در خواب از نیروی کلمه پرانتز باز برابر است با از نیروی خداوند پرانتز بسته شکل‌هایی را پدید می‌آورد. ختم گذر از کتاب یونگ و جمله آخر گذر بالا را تکرار می‌کنم برای یادآوری پیوست بیان این گذر و آن گذر از اوستا در مورد واژه مشترک در این دو کتاب. نیروی خداوند، واژه مشترک، دو نقطه. چون نور طبیعت نمیتواند سخن بگوید در خواب، از نیروی کلمه پرانتز باز برابر است با از نیروی خداوند کلمه پرانتز بسته شکل هایی را پدید می آورد. تولد ثانی با بیان روم یون نوشته شده است در گذر بالا در ستاره تولد یافتند و این خط را می آورم برای شناساندن زمینه آن در نوشته یونگ. دو نقطه. حال همان گونه که کل نور طبیعی در وجود یک ستاره قرار دارد، آدمی نیز به همان سان نور را بر می گیرد که غذا را از زمینی که در آن زاده شده است. به همان نحو نیز می باید که در ستاره تولد یابد. در ستاره تولد یافتن و سنگ. سنگ یکی از کلمات بیان تعویل من در مورد صحنه تجربه نفسانیم است. صحنه تعویل فرشته نفس من است که خبر می‌داد. به فایل سفیر گوش کنید. همان ایام دلیل خرید انجیل که نمونه برنا بای آن را کتاب فروش اولم داشت را خریداری کرد. به دلیل اینکه سنگ برای من در رابطه بود با نجوم و می‌خواستم در متون مقدس متفاوت نشانه‌ها را بیابم برای رمزگشایی تجربه نفسانی. همین روز در ادامه خوانش اوستا عبادت تعریف شده است از دیدگاه زرتشت. در سفیر نوشتم که مهندس 39 ساله در گل گیر کرده ناتوان در نوشتن پایان نامه ادبی در مورد معاد و در رابطه با مولانا در برابر فلاسفه غرب دکتر سروش را قرار می‌دهد. مبنی بر اینکه دکتر سروش می‌گوید الهیات یک خانه دو طبقه است و طبقه اول آن فیزیک است. و در سفیر ادامه دادم اعمال دکتر سروش چیست؟ همه اعمال او را می‌شناسند. دو نقطه.
اینکه زرتشت به عنوان عبادت نیکوترین و برگزیده ترین اندیشه ها و گفتار و کردار نیک انجام شده اش را پیشکش می نماید و عبادت از دیدگاه زرتشت جز این نیست. صفحه 119 اوستا. همین روز سه اصل دیگر برای رستگاری و سلوک راه راستین را می آورم در رابطه با دلیل، معنای تجربه نفسانی و اعمالم. صفحات 119-120 اوستا. دو نقطه. می گوید زرتشت سه اصل دیگر برای رستگاری و سلوک راه راستین وجود دارد. دو نقطه. توجه به خداوند، کوشش در کسب دانش و معرفتی که وهومنی و مقدس است و پیروی از دانایان و نیکان. همچنین میگوید نماز به درگاه اهورامزدا پیروی از عشاست و عشا صفت بارز خداوند است. از آخر شروع میکنم. دو نقطه. نماز به درگاه اهورامزدا پیروی از عشاست. اینکه صحنه‌ای که تجربه نفسانی مرا بیان میکرد پیام خداوند در مورد اعمال من است. عشا در صفحات قبلی اوستا در مقابل دروج یا دروغ قرار دارد. عشا قانون و عدل الهی است. خداوند همانطور که از صفحه اول سفیر بیان کردم با واژه پروردگار دادرس عشا را صفت بارز خودش را در مورد حکم نهاد، دانشگاه، ممنوعیت از انتشار متن دکترای من بیان می کند. در حالی که این خطوط را می خواستم بنویسم، کلمه نماز در این گذر مرا برد به خوابی که دیدم و در آن نماز می خواندم. مدتی بعد از وقوع تجربه نفسانیم پدید آمد و در سفیر نوشتم. کوشش در کسب دانش و معرفتی که وهمی و مقدس است. مسیری راهی است که طی می کنم با جستجوی منابع موثق برای بسط معنای تجربه نفسانیم. با خواندن کتاب های هانری کوربن شروع شد. به فایل سفیر گوش کنید و پیروی از دانایان و نیکان. خطوط قبلی این اصل را همچنین در بر دارند. در همین متن فکر میکنم باشد که از پیامکم برای خانمی نوشتم و چون تردید دارم در نوشته شدن این نکته، در متن حاضر قسمت های اصلی آن پیامک آخرین را مینویسم. ارسال شده توسط من. دو نقطه. گنجی پنهان بودم و دوست داشتم شناخته شدم. سخن خداست. در کتاب هانری کوربن، پاکان و خوبان دسترسی به این گنج را برای ما فراهم می سازند. اگر پاکان و خوبان نباشند که وسعت این گنج را بیان کنند، من در محتوای تجربه نفسانیم می ماندم و نمی توانستم بدانم که وارد عالم مثال عالم نفس شده بود. چند نقطه. پیامک من بود برای خانمی که فروشنده هست در یک نانوایی و نانوایی متعلق هست به خواهرش و خواهرش هم درس حقوق خوانده. ختم این پرانتزه توضیح دهنده. پس به حد اطاعت و فرمانبرداری از عشا کردم که معادل پاداش این عمل من ممنوعیت حکم نهاد ساده شد. حکم دانشگاه حوزه علمی تحقیقی علوم انسانی در خاک فرانسه. حکم آنجوری. دو نقطه. میگوید زرتشت میگوید آموزش و راه دین زرتشتی بر پایه اطاعت و فرمانبرداری از عشا میباشد. هر کس که قانون راستین عشایی را محترم نشمارد و فرمان نبرد، دانش راستین و سازنده نیروی نیک و توانایی حقیقی و پارسایی و تقدس در وی راه پیدا نمیکند. ختم گذره اوستا. پس تقدس در من راه پیدا کرد با واقعی تجربه نفسانیم. پاداشم است که حقیقت به من عطا کرد به طور غیر منتظره. طلوع خورشید، خورشید فرشته نفس من. چند نقطه. در این جمله هم ادغام کامل نمودم جمله پدر معنوی ایلماز را و حقیقتش واقعیتش را، واقعیت جمله آن هنرپیشه را با زبان فهم خودم. دو نقطه. حقیقت یه روز که انتظارشو نداری پاداشتو میده و مثل خورشید طلوع میکنه. و دکتر رحمتی در نوتی به نوشته خودش در کتاب کوربن نوشته است: در حقیقت در این تغییر ساحت که به معنای عبور از لایه بیرونی یا مغرب وجود خیش به لایه درونی یا مشرق وجود خیش است، خورشید نفس حقیقی طالع میشود. چند نقطه. سریال روزی در چکوروا.
پدر معنوی این ماست آن جمله را بیان کرد. در ادامه خوانش اوستا بعد از خطوطی که در بالا آوردم حکم نهاد بیان شده با زبان خودم در خطوط بالا را اوستا آن حکم را بیان کرده است. دو نقطه روشن‌تر آنکه قدرت، دانش، مقام و ثروتی که بر اساس و بنیان قانون اشاء بی‌پایدار نیست و موجب احترام نمی‌شود و ثباتی ندارد و اشاره می‌کند که دیو یسنان از قدرت و دانش و مقام و ثروت راستین محرومند چون اشاء را محترم نمی‌شمارند و به جا نمی‌آورند. ختم گذر از اوستا. از نحوه زندگی بسیاری از افراد در جامعه ایران بیان دارد این جملات و از جمله از ضدیت شر برادر و مادر من و زنی که برگزید برای او و اقوام آن زن والدین و غیره. برادرم نه تنها تحصیلاتم در خاکی از سرچشمه های آفرینش علوم انسانی را با نیستی یکی می کند در آخرین تماس تلفنی خود با من، بلکه علمی که از طریق تجربه نفسانی هم بدان دست میابم را با نیستی یکی میکند. در حین نوشته شدن سفیر بود که در تماس تلفنی که با من گرفت به او گفتم و سپس در چندین صفحه بیانش کردم و ارسال شد برایش، علمی که تجربه نفسانی هم مرا بدان دسترسی میدهد با بست فهم خودم از طریق خواندن متون هانری کولمن و غیره. جمله برادرم این بود در تلفن: تحصیل کرده مگه کیه؟ هر بار برایش کتاب و متن ارسال کردم، حتی ننوشت رسید، بلکه اگر تلفن میکرد، چون دو بار در سال تلفن میکند، از او سوال کردم کتاب ها رسیدن با شعف طبیعی خودم، چون هدف من یاری او بود، و پاسخ داد آره، با انزجاری در تلفظ این پاسخ. ثروت و ریخت و پاش زندگی او و زن و بچهش با دزدی مال من گذشته و میگذرد و اثرات این منش دیویسنایی را در زندگی خانوادگیش می‌بیند. پسرش نمی‌خواهد کار کند و ول می‌گردد. دخترش هم کار نمی‌کند و زنش همچنین. و این اصطلاح در مورد ایرانی مصداق رفتار افراد در ضدیت محضشان در جامعه ایران است. با آنچه مهربانی و گشودگی است. دو نقطه. یه ایرانی میره پیش خدا، به خدا میگه همسایه من یه بز داره، یه شیری میده، که خدا بهش میگه میخوای یه بز هم به تو بدم؟ پاسخ آن ایرانی اینه: نه، بز همسایه‌شو بکش. پرانتز باز کنم، سوال کرده بودم از استاد عباس معیری در فرانسه پاریس آیا ایرانی حسوده، چون با یکی دو نفر ایرانی در تماس بودم و این حس رو داشتم و استاد این جمله رو به من گفته بود و روح استاد شد.